سلام وطنداران عزیزم، بازم خوش آمدین به یک دیگر از برنامه های شام آرزو. من فرهاد رامکیستم، آرزومند هستم که در هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. یک سال و چهار روز از حاکم شدن امارت اسلامی افغانستان گذشت، تعدادم به سرپناه شد، رفتن مهاجر شدن، تعدادم در افغانستان ماندن بیکار، اما یک تعداد دیگه هم در کارهای روزمره خود حداقل هستند و مبارزه میکنند، کار میکنند، در کنارش با فامیلای خود بسیار روزای خوب و خوش دارند. ما امشب مهمان را داریم که تقریبا چهار سال یا کمتر از چهار سال به چوکی پارلمان تکیه زد، از مردم شریف و نجیب کابل نمایندگی کردند. یک خانم که تازه به پارلمان را پیدا کرده بود در دور دوم و خیلی شاید آرزوها داشت که ادامه بده و سالهای زیاد را در پارلمان باشه، دور دوم 18 و 19 دیدگاه خودش بود، حتما فکر خود را کرده بود، اما متاسفانه نتانست و بعد از 3 سال چند روز یا چند ماه پارلمان سقوط کرد و تمام. میخوایم این سوالات داشته باشیم ازشان. بانو مرسل نبیزاده، نماینده پیشین مردم در پارلمان از ولایت کابل همراه ماست. خانم نبیزاده، تشکر از اینکه وقت دادید. بسیار خوشحال هستم که یکی از وکیلا را حداقل از نزدیک میبینم بعد از یک سال بعد. اولتر خوب سلام به شما و به بینندگان محترم از طریق شما. خدا کنه که همه جور و صحت و سلامت باشن و شما همچنان خوش و سرحال باشین. بخیر باشین. اول دوست دارید که روی پارلمان صحبت کنیم یا روزایی که این روزهایی رو که سپری میکنید، کدام را بیشتر دوست دارید در رابطه با کدام موضوعات صحبت کنیم؟ ایت هست میگه یک کس گفته بود که ما دو خبر دارم، یک خبر خوش است یک خبر بد، اول کدامش رو بگویم؟ دیگه این مهم نیست که هر کدامش رو بحث میکنین، دردمو درد است. خب با خبرهای خوش و ناخوش آمدید دیگه، بالاخره هر دردی که هست امشب میخواین بیان کنید. امیدوار هستم که در این برنامه در شام آرزو، یک برنامه است که تقریبا همیشه مقامات حکومت فعلی و تعداد از چهرهایی که در برنامه آمده روک راست صحبت کردن و هیچ محافظه‌کاری نکردن. دیدیم، ما برنامه شما رو تعقیب میکنم و سرگرمی است برای ما و این را میفهمم. انشالله که امشب شما محافظه‌کاری نکنید، آنچه را که دیدید به چشمانتان همراه ما قصه کنید. نه، هرچی باشه بازم از چوکات سیاست ما خارج شده نمیتونیم، ما حال سیاست مدار هستیم. بسیار خوب، یک سال را چگونه بدون حضور در پارلمان سپری کردید؟ تنها بس پارلمان نیست که رفتن ساعت 11 12 بجه تا ساعت 1 2 بجه پس دوباره آمدن به خانه و او زندگی مرفع و مفشن، بس نبودن معاش است که بسیار مهم است بر ما و مطمئنا بر شما مهم است. امتیازات مادی هم ندارید، نمیفهم که در این شب روز را چیگونه سپری میکنین وکیل صاحب. بله دقیقا، اول خب نیره باید چی کنین امیره درست کنین که 11 و 12 بجه رفتن نبود، 9 بجه شروع می شد پارلمان و 9 بجه باید حاضر می بودیم و تا جلسات دیگه مربوط به جلسات می شد، حتی تا 2 بجه هم جلسات می شد و بعد از او رفتن به وزارت ها بود یا هم رفتن دیدن امرای مردم. ایتوم نبود که ما 12 بجه می رفتیم و 1 بجه رخصت می شدیم. خب بخاطر ما چند نفر از وکیل سایبار اکمش ناختم و همین تایمشان بود، 11 بجه از خواب بیدار می شدن تا که یک شاور میگرفتن خدا آماده میکردن، 12 12 و نیم 1 بجه میرفتن 2 بجه پس میامدن. نه خیر، ما در متایمش میرفتیم چون وقت امتیازی 9 بجه شروع میشد و اکثر وکیل صاحبا در وقت میامدن. خب بسیار خوب. و با این موضوع یک سال که چگونه تیر شد، اول خب یک استراب بود در روزای اول، یک بسیار یک ترس حراس، یعنی از این چشم پوشی کده نمیتانیم، اما او هم خوب شد، تیر شد، سپاری شد و بعد از او یک چند ماه استراحت و بعد از او پس کارهای اجتماعی خود شروع کردیم. قبل از اینکه ما طرف میدان سیاست بیم، ما انجیو داشتم و نو کار میکردم و سنتره انجیو ام بود، پس همو انجیو را فعال کردم و امره مردم پس کار میکنم. این مهم نیست که ما امتیاز میگیریم یا نمیگیریم، مهمی است ما میخواستیم در پارلمان هم که به مردم خود خدمت کنیم،
و قبل از او ما میرم امی کار ما بود و حالا ما مورا میکنیم پس سینجی را فعال کردیم و سنتر را فعال کردیم. خب یعنی پشت پارلمان دق نشدید، پشت همسینفی هایتان که امروز اکثریت چون در کابل حضور ندارن یا در افغانستان حضور ندارن و بیرون هستن، گاهی وقت بیادتان میه؟ طبیعی است، یعنی یک خواب خوشی بود که رفت. و هم سنفی ها بالا بسیار پشتشان دق میشم و از وضعیتشان که خبر میشم شما باور کنین که بسیار جگرخون میشم، چون اونا رفتن یعنی یک ترس بود یا حراس بود یا هرچی بود، یک اونا اکثریتشان میخوان که پس بیاین، یعنی اونا هم در بسیار مشکلات هستن و شکر الحمدلله ما کی هستیم شکر میکشیم در زندگی خود آرام هستیم. شکر که شما آرام هستین. شما در روز اول سقوط کابل کجا بودید و مصروف چه کار بار؟ روز اول سقوط 15 اگست بسیار جالب که ما میرفتم طرف شورا پارلمان میرفتیم و تقریبا 9:30 بجه صبح بود و در وزیر اکبر خان بودیم. تقریبا بسیار با مشکل تا سرک سزدی وزیر اکبر خان تا 11 بجه رسیدیم و در اوجه فیرکان شد و در موجه استاد مانده بودیم، استاد بودیم و یعنی چندین موترهای دیگر هم دیدیم از وکیل صاحبا که در میجه بند مانده بود و بسیار بیروبار بود. و یک چیزی بسیار دردآوره که دیدم که نظامی های ما سلاح خود در چک پوینت ها ماندن و اونا رفتن. بسیار یعنی او لحظه بود که تیر شد و ما فکر میکنم که حالا یعنی دلم در ترقیدن بود، یعنی بسیار وضعیت خراب بود، مردم در دویدن بودن و یک چیز تابال بر ما بسیار جالب است. سلام ببخشید وکیل صاحب باش که چای زعفران آورده. آسیب جان چطور هستی؟ آسیب جان خوب هستی؟ تشکر رفیق، تشکر بسیار است. حالا ما کیک چطور بخوریم و چای چطور بخوریم؟ شما خود نقاب دادین برای ما، باید نقاب را نمیزدیم. این نقاب ما به شما توصیه نکردیم، بلکه وزارت امر بالمعروف نهی از منکر این توصیه را کرده و باید شاید با میمانا نباشه. نه با میمانا هم است متاسفانه. خب یا خوشبختانه بگیم، نمیفهم چی بگیم. حالا ما این چای چطور بخورم؟ خب لحظه که چای میخواستین بنوشین او لحظه باشه که من صحبت میکنم، شما میتونین که چای نوشان کنید. تشکر رسید جان، بخیر باشین. تشکر بسیار، بخیر باشین. یک تشکری خاص از رستوران ترکش فامیلی بکنم، اگر دوست دارین با فامیلایتان بیاین، فضای خوب و دیدنی و جذاب داره، بیاین بفرمایید، همیشه وقت در خدمت شماست. خب وکیل صاحب، بس 15 اگست قصه میکردیم. بله، و یه بسیار دردآور بود و یک چیزی که ما تا بال پیش ما سوال است که ما یعنی در سیاست بودیم، در کل جریانات بودیم، ما امیر خبر نداشتیم که باید طرف میدان هوایی بریم و در اوج تیارا ایستاده است که ما بریم. مردم چطور خبر شدن و چطور فهمیدن که تیارا ایستاده است که ما بریم؟ یعنی یه طوری بود مثل که پیش از پیش بر اینا گفته شده بود که شما بدوین طرف میدان هوایی و بسیار زیاد بیروبار بود و ما بسیار با مشکل تا به سرک پانزی وزیر اکبر خان خود رساندیم. ما شما باور کنین که 1:30 بجه ما پس تا چاره عبدالحق رسیدیم. اینقدر بیروبار و اینقدر وضعیت خراب بود و وقتی کوشش میکردیم که این طرف خانه بریم، یک موتر هایلکس تقریبا 4:30 بجه ما طرف خانه نزدیک شدیم که موترها استاد بود و مردم در گریز بود و بسیار یعنی یک وحشتی بود و یک هایلکس آمد و پیش روی ما استاد شد که به موتروان اشاره کرد که تا شو موتر بده. و موتروان ما یک کم هوشیاری کرد، یعنی آفرینش صد آفرینش که موتر ریورس کرد و سر گلدان او را او طرف رفت و اوجا فایر کردند سر موتر ما، 3 مرمی موتر ما خورد، فضل خدا زری بود و ما از اوجا رفتیم و تا خانه خود رساندیم. تقریبا 5 بجه ما خانه رسیدیم. خب یعنی بسیار یک وحشت شار دیدم که اصلا باید نمی دیدم و ما بسیار شوک دیدم دی. حتی یعنی مجبور شدم که دوا بخورم، پیش دکتر رفتم و دوا گرفتم. تقریبا 1 ماه یک رقم ترس، یک حراس، یک اضطراب بود. متاسفانه این استراب را اکثریت از وطنداران ما و وطنان ما داشتند.
در روز اول و قصه های زیاد را میشنیم. من خو استراحت بودم، خواب بودم. یک زمان که بیدار شدم گفتن که نظام تغییر کرد. گفتم خو در اون نظام هم ما جای نداشتیم یا حداقل کسی از ما نبوده و در این نظام هم کسی از ما نیست. ما مردمان عادی این سرزمین بودیم و هستیم و کار خود را ادامه خواد دادیم. اصلا دقیقاً که همه گی ترسیده بود. ما یک قسم بر ما معرفی شده بودن امارت اسلامی افغانستان گویا بیای همه کسایی که در نظام قبلی بوده اگر کوچکترین سهم هم داشته با او حسابی خواد کرد و کار خواد کردن، اما اینچنین نبود فضل خدا. خاطره که هیچ گاهی فراموش موضوع را برتان بگم که شما باور کنین یک روز ما از بامیان می آمدیم و جمهوریت بود و اینا طالبا یعنی امارت اسلامی ولسوالی بیسو در میدان وردک گرفته بودن. بله بله. و وقت از اون طرف آمدیم فقط یک دو تا بیرق اینا را در چی دیدیم، در درخت بالا دیدیم. شما باور کنین که دیگه هیچ کس جرات نمیکرد که تایر موتر را پیش ببره، اگر چه دو موتر بودیم. و نمیفهم که چی رقم این موتر را پس ریورس کردن، پس از دیگر آمدیم. یعنی 4 ساعت راه بود که ما تا به اینجا رسیده بودیم، از شش پل تا به اینجا رسیده بودیم و پس از این تا به اونجا ایران 4 ساعت راه را پس دوباره دور کردید. در یک و نیم ساعت راه را پس امی 4 ساعت راه را در یک و نیم ساعت پس تایی کردیم و پس رسیدیم به اونجا. یعنی اینقدر به سرعت رفتیم. شما باور کنید ترس هم بد چیز است. یعنی اینقدر ترس بود و اینا که آمدن طبیعی است که یک چیز جداگانه میشه باز دیگه. آها. در راه دیگه چی دیدید وکیل صاحب؟ در 15 اگست شما ساعت ها را در سرک های شهر کابل سپری کردید، از رج و مرج گرفته تا گرفتن موتر افراد اشخاص و این موتر شما را کسایی که میخواست بگیره افراد امارت اسلامی افغانستان بود یا نه؟ در اون روزا نه معلوم میشد واضح، فقط در یک آیلکس شیشته بودن و یک تکر فقط از سر خود تاو داده بودن. یعنی او لنگی هم سعی نبود که ما بگم که لنگی باشه و یعنی دوزا بودن و هر کس در اوجه خیست و در یک ساعت طالب شد. نصف کابل در یک ساعت طالب شد و یعنی اونا نبودن. هر کس خیست و یعنی بسیار جنایت شد. حتی از پلچرخی که زندانی ها برآمدن برای اونا مردم استاد بودن. یعنی چقدر در اوجه کشته شدن اما از بندی ها که برآمدن. بله بله بله. یعنی اینا کل جنایت ها بود که ما دیدیم اینا را، از اینا تیر شدیم. یعنی خب همه چیز یک طرف، اما ای که نظامی ها سر سرک سلای خود ماندن و گریان میکردن و دریشی خود کشید یکی، او صحنه را من هیچ وقت فراموش کردن نمیتونم. صحنه دردناک بود. او صحنه دردناک زندگی ماست، چون ما در کمیسیون نظامی بودم و تمام سرکار ما امرای نظامی ها بود و وقتی این رقم غرور نظامی ها را در شکستن دیدم من خودم شکستم. شما من حیث نماینده پیشین مردم در پارلمان افغانستان مسئول و مقصر کی را میدانید؟ آیا کسانی که حداقل حاضر نشدند که همی به شکل بسیار مسالمت آمیز و صلح آمیز این پروسه طی شود و بیاین امارت اسلامی افغانستان یک جا شوند با جمهوریت یک حکومت ساخته شود، شما مشخصا کی را مقصر میدان؟ سیکه مقصر دیجا از رئیس جمهور گرفته تا به متعلم مکتب همگی مقصر هستند، به شمول ما، به شمول شما همگی. ما ناشکری کردیم، هیچ کس دیگر قبول نداشت. رئیس جمهور وزیرای خود قبول نداشتند، وزیرا پارلمان قبول نداشت. یعنی ریاست جمهوری ایتو یک رقم در انحصار رفته بود. پارلمان اختیارات خود استفاده کرده نمیتونست. هیچ کس یعنی وزیر نمیتونست که حتی یک کارمند خود که او ناکار است یا چیز او را از وظیفه برکنار کنه یا جایش تبدیل کنه. هیچ کس اصلا صلاحیت نداشت. صلاحیت فقط بسیار انحصاری بود. این را همگی میفهمند و این را میشد که بسیار با آرامی غرور نظامی های ما نمیشکست. نظام به این قدر دربدر نمیشد. وزارتخانه به این وضعیت نمیرسید. همه چیز بسیار مسالمت آمیز میشد، اما هر کس چوکی خود دوست داشت. همگی هیچ کس از چوکی خود تیر نمیشد. از اختیارات خود یعنی هر کس استفاده کرد بی جای.
هر کس همگی. و مطالب میخواست چپه شو حکومت. ماسل میگفت چپه شو حکومت. چپه شو خیلی چی شو؟ بدیلش چی است؟ هیچ کس درباره بدیل فکر نمیکرد. فقط همه شکایت میکرد. هیچ کس درباره اصلاحات فکر نمیکرد. و اگر کسی فکر هم میکرد، کسی میخواست که اصلاحات هم بیه، او نمیتونست. چون یک چیز است، سیاست افغانستان به دست این وان و گیده داخل افغانستان کسی کس اینا که فکر میکنن اصلا نیست. تقریبا 45 سال میشه، 40 سال 45 سال میشه ما فروخته شدیم. اصلا هیچ چیز در وسط و توان ما نیست. کل چیز از خارج میایه، حکومت هم که میایه، جمهوریت هم میایه، او هم دستشانده کسی است. اگر امارات هم آمده دستشانده کسی است. این همه ما دیدیم که امارات اسلامی از کجا آمد، از کدام تیاره پایین شد. همه گی ویدیوها را دیدیم. پس این را گفته نمیتونیم که امارات اسلامی مستقل است یا جمهوریت مستقل بود. اصلا نه امارات مستقل است، نه جمهوریت مستقل بود، نه از او که پیشترش که آمده بودن اونا مستقل نبودن. ما فروخته شدیم و همه دستشانده هستند. و بعد از این اگر کسی می آید او هم به عین رقم. فقط یک راه است که خود جوانا بخیزن، ملت بخیزه، اونا یک تصمیم بگیرن. ای که هر کس می آید و در یک حکومت می شانه و همه گی می بینیم که از کدام تیاره پایین می شه و چطور می شه، این گپای واضح است. آها، این نظریات از جناب وکیل صاحب است و ما هیچ نظر در این مورد نداریم. فردا حرف و گفتن و شوندن با ما صورت نگیره. شوخی کردم. یک وقفه می گیریم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم. بازم خوش آمدین، ادامه شام آرزوست. وکیل صاحب بگه ما دیگه خب وکیل صاحب بودند. بله نه، تا بال ما برحال هستیم چون انتخابات نشده. تا وقتی که انتخابات نشه و دیگه وکیل صاحب ها انتخاب نشه، مردم نماینده خود انتخاب نکنن، ما برحال هستیم. بله بله، مصاحبه رئیس جمهور پیشین هم شنیدیم، گفتن ما برحال رئیس جمهور از این کشور هستم و برحال صلاحیت دارم که آنلاین سفارش بدم. شما میگان بار آنلاین سفارش میدید که فلانی را استخدام کنید یا فلانی را منفک کنید؟ لطفا نه خیر، او رقم نیست. اما ما برزان گفتم نه که خدمت بر مردم میکنیم. او وقت میرفتیم در وزارت ها امرایشان در اوجه کمک میکردیم، آله برشان زمینی کار مساعد میکنیم از طریق NGO موسسه خیریه. خواه بله بسیار خوب. و می هم یک نمایندگی است. چطور نه؟ یک کار بسیار خیر است. انشاءالله که در کارتان موفق باشید. یک سال گذشت که پارلمان سقوط کرد و مدت پیش تصمیم گرفتن تعداد از اعضای مجلس که جلسات آنلاین برگزار کنند. شما هم آنلاین حضور دارید در جلسات؟ شنیدیم و ده یک کار جریان داره. 100% یعنی فاینال نشده، تا باری بیخی مطمئن نشده که شروع میشه نمیشه. تا بالی در جریان مشوره هستن، تا بالی در حد مشوره هستن. خب نه، شما خبر ندارید، یک جلسه وقت گذشت نشده. وقت تصمیم بسیار کلان هم در مورد افغانستان گرفتن. نه خیر، او اعلامیه داده بودن. خب اعلامیه او موضوع جداگان است که اعلامیه میتن در باری مثلا دیجه یک حادثه شده بود به خاطر زواهری و به خاطر زلزله است. اینا اعلامیه دادن دیگه، او موضوع شده است، اما جلسه گرفته نشده. یعنی در گروپ های واتساپ هستید همراه وکلای گروپ ها؟ همگی فعال هستند و همگی در جریان هستند، همراه یکی دیگه در تماس هستیم. بله بسیار خوب، بسیار خوب. برخورد نیروهای امارات اسلامی از آغاز حکومت تا اکنون که ما شما با هم صحبت میکنیم، همراه شما چطور بوده؟ مثل تعداد از هموطنهای ما که شکایت کردن و گفتن که برخورد خوب نداشتن همراه ما، اما تعداد هم گفتن که نه، برخوردشان بسیار همراه ما صمیمانه و دوستانه بوده. شما چی میگین در این مورد؟ من ایرم نمیگم که برخوردشان بسیار خوب بود، نه. و ایرم نمیگم که برخوردشان بسیار خراب بود، چون یگان نفرها را دیدم که اونا احترام دارن،
میفهمن، امو طریقی گپ زدن همه چیز خود میفهمن، اما یکان نفرها ایتا هستن که اول خو که خانم ما را که میدیدن در موتر چندین چک پوینت که استاد کردن، ایتا یک رقم روی خود گشتن فقط بسیار یک چیزی خراب دیده باشن یا چیزی، حتی تا به این حده که روی خود امرو دسمال پت کردن، دو قدم پشت سر رفتن و بسیار باجلا گفتن که برین، یعنی بسیار تو سرما بد خورده که چرا بیاین امرو ما صحبت کنین. در روز اول بسیار رویشون خراب بود، بسیار زیاد، اما حال یا خواهم این نیروهایشان تغییر کرده یا هم نفرهای را ترینینگ داد یا نمیفهم، اما حال برخوردشان خوب است، استاد میکنن در چک پوینت، موتر را میبینن، کارت را میبینن یا هرچی هم اصول و قوانینشان است همو را پیش میبرن، اما او رقم رویه نمیکنن حال. و در روزهای اول بسیار مشکلات دیدیم امرایشان، بسیار یعنی حتی تا به این حد که شما فرعونا تمام مملکت خوردین، مستقیم یعنی بر ما گفته شده، این را شنیدی؟ بله. خب نمیفهم که مملکت خوردید یا نخوردید؟ نه، اگر مملکت همی خوردیم یا هم خیانت میکردیم بازی تو آرام در کابل نمیشیشتم. خب این گپتانم قبول دارم، اما آوازه های وجود داشت یا از دوستا شنیدم حداقل تعداد گفتند که وکیل صاحب یک بار با خود بردند یا یک بار حداقل از پیشان تحقیق کردند، تا چی حد میتونی صحت داشته باشه؟ تا بال خمره مای تو کدام حادثه نشده؟ نشده؟ نه خیر، اصلا حتی یک عریضه یادی سر من نشده دیگه، اونا چرا میبردن؟ اصلا هیچ وقت به تحقیق نرفتیم. موترهایی که نزد شما بود از حکومت پیشین یا هم اسلحه که نزد شما بود، اونا را خب با خود بردن در تلاشی خانه به خانه؟ نه، اونا را قبل از تقریبا روز دوم سقوط بود، سقوط جمهوریت و فتح امارات، که اونا آمدن و اسلحه را جمع کردن و یک موتر رنجر که داداشته بود از طرف شورا، او را تصادفا چند روز قبل با ترمیم داده بودم و او تایار دموجه بود و از دموجه گرفتن و دیگه موتر شخصی خودم بود و اینا اسناد داشتن، اینا هستن. خب اسناد داشته دیگه. بله. شکر که شما در حال حاضر هم با موترهای زیره رفت آمد میکنید، بسیار خوشحال هستم وکیل صاحب. جز از وکیل صاحب هستید که یعنی کار ما غیر قانونی نبوده، موترهای ما غیر قانونی نبوده، از او خاطر پیش شما هست. پیشتان هست، بسیار خوب. باز دلم میشد در مورد پارلمان صحبت کنیم. پارلمان افغانستان در دور دوم که شروع به فعالیت کرد و تعداد از وکیل صاحب‌ها رفت، شما هم از کابل رفتید به پارلمان، به چوکی بسیار نرم و ملایم پارلمان تکیه زدید. یک سال گذشت یا چیز کم یک سال، مردم افغانستان شاهد بودند ما انتخابات داشتیم، انتخابات ریاست پارلمان و انتخابات بین آقایان میر رحمان رحمانی و آقای کمال ناصر اصولی صورت گرفت، دیدیم جنجالایی که وجود داشت، شما کدام طرف را گرفتید در اون زمان؟ بسیار سوالای تخنیکی میکنید. خواهش میکنید. رای همیشه سری میباشه، پت میباشه و ما میخواستیم که کسی که یعنی برنده شوه، امرایش استاد بودیم، کمپاین کردیم و رحمانی صاحب برنده شدن، اگر بر اونا باز تبریکی دادیم. خب اصلا با اصولی صاحب بودید؟ نه خیر، یعنی رای سری می باشم. خب حال خود پارلمان تمام است قصهش؟ نه پارلمان تمام است، اما بازم ما برزم گفتم نه، چوکات سیاست می باشم، ما عالم هم کار هستیم. خب و عالم در گروپ ها فعال هستیم و شما باور کنین که وکیل صاحبایی که نماینده هایی که از اینجا رفتن، بازم شما باور کنین که ساتا گریان میکنن و بخاطری مردم، بخاطری اینجا که هر چیز تیر میشه، اونا بسیار جگرخون میشن. شما خو اونا را نمیبینین، یعنی ما در جریان هستیم، شما او وایسا را ببینین، او ویدیو را ببینین که اونا در چی وضعیت هستن و بازم میگن که اخ وطنم. وطن خو وطن از دیگر، از این خو نمیتونه هیچ کسی کار کنه و مردم، برای مردم دلشان میسوزه، صدای خود بلند میکنن. شما باور کنید هر کس تا هر جای هر مملکتی که هست اونجا میرن و میگن که
شما در اوجا باید مکاتب دخترها را باز کنین، برین فشار برین. اونا تا هر حدی که میشه، یعنی آل هیچ کس نیست و فقط در گروپ ها فعالیت داریم، اما هر نماینده که آل در خارج هم زندگی میکنن، باز هم از غم مردم خود اونا جدا نشده. بله، از پارلمان دور نریم، اما بس پول دادن و پول گرفتن و رای دادن نگپا درست بود وکیل صاحب؟ نه بیا اصلا خیر، امروز خواه از از حق نگذارید، امروز همه گپا گذشت، اما پارلمان نیست و خدا کم راحت تر بسازید به مردم افغانستان و آنچه که بود را قصه کنید. سعی کنید، آل پارلمان نیست، ما دوجه نیستیم و یعنی بسیار براتون واضح میگم، این پول گرفتن و این چیزا اصلا نبوده. با او سویه که آوازه است، با او سویه که گفته میشه، با او سویه نبوده و ایرم نمیگم که 100% نبوده، یکان مصالحت ها بود، اما با او سویه نبود که در پشت هر رای پیسه داده شد و پشت هر چی پیسه داده شد، او رقم هم نبود و یکان چیزا بود. ما از یک مجلس بسیار شخصی که در چند نفر از وکلای پارلمان نشسته بودند شنیدم که میلیون ها دلار مصرف شد تا آقای رحمانی به کرسی ریاست پارلمان رسید. سعی کنین در هر جای اگر 3 نفر میشینه، دو یک نفر نظر مخالف داشته میباشد و به خاطر از اینکه نفر مقابل خود شکست بوده یا شکست حرفی باز میره در یک جای دیگه یک چیز بسیار کلان و یک چیزی افواهات نشر میکنه تا او بر از او شکست داده شود. اما به او سویه نبود و ایرم نمیگم، من 100% گپار رد نمیکنم، اما به او سویه نبود که میلیون ها دلار مصرف شد و هر کسی که میگه که پول داده شده پول گرفته شده، اصلا خودشان در موج دخیل بودن، اونا خودشان گرفتن، خودشان دادن پولا، از او خاطر اونا خودشان از او چیزا خبر دارن. خب وکیل، نرفتن دختران به مکتب چقدر برایتان رنج آور است و آیا گاه اتفاق افتیده تا در این مورد بینویسید و یا هم چیز بگین؟ بسیار زیاد درد آور است. شما باور کنین که او دخترایی که رفته بودن و حتی 1 ساعت درس خوانده بودن و اونا را پس از صنف کشیدن و او صحنه را که در پرده تلویزیون دیدم، بسیار بر ما یک رقم جالب بود و شوک دیدم. باز فکر میکردم که شاید بسیار زودتر یه حل شود، اما روز در روز موضوع کلان شده رفت و تا بالا حل نشد. در این مورد بالا صحبت کردیم، نوشته نکردیم، اما صحبت زیاد کردیم، اما هیچ فایده نکرد. همراه یعنی مسئولین صحبت کردیم، مسئولین فعلی امارات هم صحبت کردیم، اما این اصلا جای نمیگیره، جای نگرفت و بسیار دردآور است. و فعلا ما میخواهیم که دخترها اگر در خانه باشه درسای خود را پیش ببرن و از درس پس نمانن، این کوشش ماست و در این مورد ما میخواهیم که کار کنیم. بسیار خوب، شما از مسئولین امارت اسلامی یاد کردید، گاه میرید به خاطر مشکلات مردم نزدشان و یا هم در بعض از موارد که نیاز است همراهشان صحبت شوه، صحبت میکنین؟ به شما وقت میتن که حداقل ببینید همراهشان یا ملاقات کنید؟ بله، اگر برشان خواهش میکنیم یه وقت شان رو بگیریم، باز اونا وقت میتن، در هیچ کدام شکی نیستن و بسیار روی خوب میکنن کلانا در مسئولین، اما در سطح مجاهدینشان مشکلات زیاد است. خب بالاخره شما هم رفت آمدتان با مقاماتشان است و اکثرا با اون. یک موضوع، شما گفتید که در حال ایجاد دوباره انجو یا هم بنیاد خیریه هستین، اما دکتر صاحب عبدالله را میبینیم که روزانه به خود یک مصروفیت ایجاد کرده، هم ملاقات هاست و عکس گرفتن هاست و دیدن ها و گپ ها، شما هم یکان ملاقات و عکس گرفتن در فیسبوک گپ ها دارید ندارید؟ نه خیر، شما میتونید فیسبوک مرا چک کنین، اصلا ایتو کدام خب کدام فیسبوک رسمی ندارید؟ یک صفحه رسمی که اونجا هست و صفحه رسمی هم هست، فیسبوک هم هست، اما این رقم ملاقات ها و گپ زدن ها فایده نداره،
فعلا ما در این شرایط هستیم که باید کار کنیم در عمل. نمیشه که حالا ما در چوکی بشینیم و بگویم که یک قصه را شروع کنیم. حالا باید بخیزیم، مردم ها را جمع کنیم و خانم ها در یک وضعیت هستند. اکثریت خانم ها در افغانستان و مخصوص در کابل که مسئولیت خانه را با دوش دارند. اکثریت خانم ها و اونا فعلا در خانه هستند و شما ببینید در شهر که آیس کریم میفروشند، در کراچی ترکاری فروشی استاد هستند. یعنی اینا چقدر مجبور هستند که اینا در اینجا آمدند. شما خودتان فکر کنید که یک خانم وقتی که آیس کریم میفروشه، شما خودتان اگه یک ایمیج جور کنید که در خانه از او چی تیر میشه. و ما رفتیم سروی کردیم، خانه را دیدیم و شما باور کنید که نان خورده نمیتونم که وقتی بیایم خانه، خوام نمیبره وقتی وضعیت اینا رو میبینم. و به خاطر از همین حال من خودم میرم سروی میکنم در خانه، میرم چون میخوام که حقیقت ها رو ببینم و بعد از او کمک ها و چیزایی که میباشه اونا برشان برسنم. و ما نمیخوایم که پول نقد بگیرم و برشان بتم که یک چند روز بخورن، اصلا نه. ما میخوایم برای اینا کار ایجاد شوه که اینا حداقل در خانه باشن، اما خیاطی کنن، قالین بافی کنن، یک چند تا دخترها را در موج درس بتن، از امون ماش بگیرن، اما از دست خود پیدا کنن. نه که اینا آموخته خوری برشان نمی کنم که آموخته شون، اما برشان کوشش میکنم کار ایجاد کنم. بسیار خوب، وقفه داریم عزیزا. پس از وقفه دوباره برمیگردیم. بخش آخر برنامه بخش بسیار جالب و جذاب است. شما ما را همراهی کنید. در ادامه شام آرزو هستیم. یک تشکری از رستوران ترکش فامیلی، یک فضای دیدنی و جذاب، فضای آزاد. اگر شما دوست دارین با دوستا و رفیقا و فامیلایتان بیاین بفرمایین. در این حال مجالس خرد و بزرگ دارید، در اینجا میشه تجلیل کنین در کنار هم دیگه. و وکیل صاحب همراه ما هستن. کمیسیون تماس به شما زنگ زدن در این شب روز؟ اصلا نرفتیم. ما میگه بودیم، ما میگه بودیم، ما نرفتیم. خب و از اون روز اولی نرفتید دیگه. یک سال مکمل از کابل است، درست؟ مکمل کابل است، ای جای نرفتیم. چقدر خوب. کجا میرفتم؟ باید کجا میرفتم؟ من میگم تا پاکستان، ایران هم میرفتید برتون که مسیون تماس زنگ میزد پس میامدید؟ پاکستان که میرفتم، ازش کمک میخواستم که در 40 سال وطن ما رو ویران کرده، جوانای ما را شهید کرده. از پاکستان ما در این وضعیت هستیم که وطن ما پس از سر باز ویران شد و تقریبا 25-40 سال پس رفتیم. از اون مملکت ما کمک میخواستم. بعض از شخصیت ها به گفته عرفا و قصه های استاد جمشید رسای یادم میان، گفتن اونایی که بودندم شخصیت بودن، رفتندم شخصیت بودن، دوباره اومدندم شخصیت بودن. ما در اوش کار نداریم، راستی هم کار نداریم. بعض از شخصیت ها اومدن اما دوباره رفتن. نمیدانم که بس رفتنشون چی بود. در برنامه شام آرزو آقای امان‌الله غالب داشتیم، رئیس شرکت برشنا را. اونا گفتن که ما اومدم اینجا، وطنم است و من میباشم. چند وقت بعد خبر شدیم که دوباره رفتن. حتما آب و هوای بریتانیا بسیار خوشخور و خوب بود. شاید پس بین چیز گفتن نمیتونیم. امو رقم چند روز پیش خبر شدیم، گفتن که آقای کمال ناصر اصولی آمد، اما حال دوباره خبر میشیم که پس رفتن. حتما وطنشان است، میرن و میاین. نه نه، اونا میرن و میاین، یعنی میرن یه گواخوری میکنن پس میاین. پس یه گواخوری نیاز است، راستی یه گواخوری نیاز است. بله. از نظر شما زنای افغانستان در کجای حکومت فعلی قرار دارن و وضعیت و شرایطشان را در یک سال گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟ شما باور کنین که زنای افغانستان فعلا حکومت فعلی خوب برشان هیچ جای نداره. اصلا برایشان هیچ موقف و هیچ جایگاه برایشان اینا چی نیستن که برایشان بتن. فقط در حد استاد هستن و دکتر هستن دیگه. در هیچ جای هیچ خانم وجود نداره، هیچ زن، هیچ دختر وجود نداره.
حتی کورس ها بسته شد. و ما قبلا هم برتون گفتم که ما زیاد شهید دادیم، بیوه داریم و خانوما داریم که اونا مسئولیت های خانه دارن، اما آل خانوما فقط در خانه قید هستن و پشت نقاب پت هستن. نقاب چی مانه؟ در خانه شاندن چی مانه؟ اونا چی بخورن؟ چی کنن؟ بیمیرن؟ یعنی آبیانه برتون بگویم که مار شوان خاک بخورن او تو خانه میشن. اینا به کار ضرورت دارن، اونا مسئولیت خانه دارن، اولاد دارن، طفلا دارن، اونا برشان گریه میکنن. بدون از اینکه اینا در گدایی براین، شما برین در میشار کابل بگردین چی حال است. پشت یک نان صدها زن شیشته، یعنی یک زن بیایه گدایی کنه او خیر است، اما کار نکنه، از دست خود پیدا نکنه. یعنی بسیار در موقف خراب هستن، بیخی یعنی زنده به گور هستن فعلا. چند سال شخصی دارم ازتان میپرسیم خانم نویزاده، شما از کدام ولایت افغانستان هستید؟ از ننگرهار، ولسوالی روداد و قریه مزینه، قوم مومند. بسیار خوب. خانواده تان در حال حاضر رمچنان با شما در کابل هستن یا در فرانسه پاریس؟ نه، همه گیه میجه هستن، هیچ کس نرفته، چون ما بدون خانواده چطور در اینجا زندگی کنم؟ خب، گاه اتفاق مفته که اعضای فامیلتان به شما بگه که لطفاً از افغانستان بیرون شوین، برید که خدای نخواسته کدام روز کدام بلایی سرتان نیاید. بله، در روزای اول ترس و حراس زیاد بود و اکثریت همین مشوره را میدادن که باید اگر ما باشیم در اینجا خیر است، خودت برو برای یک چند وقت، اما نرفت. پارلمان یک چیز بود که ما در این عقیده هستم که ما میبخشیم که شما سوال میکنیم، ما در این عقیده هستم که ما مسلمان هستیم و رزق ما در هر جایی که نشته باشه ما خود به خود در اوجه میرسیم. این ضرور نیست که ما برم در کمپا و در بسیار سختی ها خود پرتم و چی کنم. جایی که رزق ما باشه ما خودم در اوجه میرسم و در اوجه امو رزق خود پیدا میکنم. و دیگه مرگ یک روز میه، ما همگی یک روز میمریم و هر جایی که تعیین شده باشه بدون خواسته ما، ما موجه میرم و اسرائیل ما موجه، اسرائیل علیه السلام ما موجه میایه و روی ما را قبض میکنه. شاید دمی خانه اگه باشم و یک مرگ با پرده نصیب ما شوه، از او کده بسیار خوب است. بسیار خوب. ماهانه یک مقدار پول از پارلمان افغانستان بحث ماهاش دریافت میکردید، او چی مقدار بود؟ فراموش میشد وکی سایی؟ نه، او مقدارها را بانید، فراموش ما هم شده، یک سال تیر شده. فراموش شما؟ پارلمان قصدار شما نیست؟ بله، دو ماه ماش نگرفت، اما یک ماه مانده بود، نه یک ماه، اما ماشات که بود باید توضیح می شد که در مو وقتا سقوط شد. خب، وزارت مالی هم راجع کردین؟ ماشات ما چی شده؟ نخیر، نخیر. خب، مقدارش فراموش تان شده؟ بیخی کلی چیز فراموش ما شد. حال نگید که من هیچ وکیل نبودم. نه نه، من نماینده مردم بودم و هستم و تا وقتی که زنده هستم میباشم. خب، فراموش تان نشه که در کمیسیون نظامی هم شما عضو کمیسیون بودید. منشی کمیسیون بودم. منشی کمیسیون بودید. رئیسان آقای میر حیدر افضلی، انجینر میر حیدر افضلی. احساستان نسبت به خانمایی که امروزه در جاده های کابل، کراچی به دست دارند و مصروف روزگار خود هستند مشنایم، اما یک بسیار از دل یک چیز بگید که بر دل بشینه. یعنی کاش که ما بر شما امو لحظه را میتونستم که یعنی ما که دیدم و موتر استارت کردم و رفتم پیشش، یعنی هیچ نفهمیدیم که ما تا با موج تا امی دو سرک ما چطور تیر شدیم، کدام موتر آمده، چی شده، اصلا این را نفهمیدیم. یعنی بیخی یک رقم در شوک بودم و رفتم پیشش و پرسان کردم که چرا دیگه کس نیست و اونا که امو مشکل خدا گفتن. شما باور کنید که ما هیچ نفهمیدیم که یک وقت میبینیم که اشکایم سر کرده و یعنی بیخی یک رقم وضعیتم خراب شده و اما دریور آمد و استاد شد که تیشو را آورد که وکیل صاحب چشمتان را پاک کنیم. و بعد از اون ما فهمیدیم که یعنی ما چقدر درد دیدیم، بسیار یک لحظه دردآور است بر ما. باز بعد از اون یعنی ما دمی کوشش هستم که برشون کار پیدا شد و باز جاده و شما باور کنید از اون که زیاد دردآور چی است که
خانمای باسواد که دیروز در چوکی وزارت ها در حتی در ریاست ها شیشته بودن، امروز چادری بر سر دارن و در پیش نانوای استاد هستن که کسی برشان یک نان بتن. او از او کده ای زیاد درد آور است. از دوران مکتب قصه کنید، در چیگونه یک فامیل به دنیا آمدید؟ وضعیت اقتصاد تا اون زمان خوب بود؟ مکتب شما چیگونه سپری کردید؟ الان دختران صنف بالاتر از صنف 6 نمیتونن مکتب بخوانند. در وقت مکتب ما در پاکستان بودیم و ما 18 سال در پاکستان تیر کردیم. ما بسیار خرد بودم، شاید تقریبا 35 روزه بودم که ما رفتیم در پاکستان و مکتب را بسیار شرایط خوب خواندم. مکتب پاکستانی بود، نامشان میخوایم که بگیرم آنر پابلیک سکول و در اونجا ما درس خواندیم و از جا فارغ شدیم. و بعد از او یک بسیار جالبی بود که وقتی میخواستیم کابل بیم، فقط همی سال آخر منتظر ما بودن که مکتب خلاص شد که ما بریم کابل و در اینجا جمهوریت بود و انتخابات شده بود. که وقت مکتب خلاص کردیم، همه که گفتن که این اسناد دوجا نمیچاله. بله، و شما باید مکتب افغانی را بخوانین. باز ما رفتیم این اسناد را بردیم در مکتب افغانی، باز اینا گفتن که شما صنف 11 و 12 را امتحان بدین. شما باور کنین صنف 11 را که ما امتحان میدادیم و در سارا ما در صنف 6 خوانده بودیم. یعنی اینقدر تفاوت بود. آخر بازم امتحانات دادیم و بعد از دادن امتحانات با بسیار نمرات خوب از جواز شاد نمره گرفتیم و آمدیم طرف کابل. یعنی بسیار در وضعیت خوب بودیم، اما مهاجرت بود. تا وقتی که خرد بودیم نمیفهمیدیم که وطن چی است، کوچک بودیم و یعنی چی نبود. باز کلان شدیم، قصه را شنیدیم، انتخابات و ما تاریخ پاکستان خوانده بودیم. باز بعد از او که تاریخ افغانستان اینا را دیدیم و نگه باز دل ما میتپید که زودتر بریم و آمدیم بازی جا. تقریبا 10 سال میشه که آمدیم. بسیار خوب. چند قطع عکس دارم به شما نشان میتونم و دیدگاه شخصی تان را در مورد چهره هایی که برتان نشان میتونم یا هر عکس دیگه که وجود دارن نزد ما. اولین عکس از آمد کرزی رئیس جمهور از افغانستان. ویران کننده جمهوریت و دیگه یعنی هر چیز به افراد رساند. یک چهره دکتر فضلی، شما باور کنین که در مقدر وقت که ما کاندید بودم و باز نماینده مردم شدم و در پارلمان رفتم، ارگ می رفتیم، هیچ وقت ما سلام علیکی نکردیم. اصلا و این را می توانین از هر کس پرسان کنین، هیچ وقت. اما تو یک فضا جور شده بود و یک شوخی کنم که چطور وکیل شدید که هیچ سلام علیکی نداشتید؟ نه، امرایزی نداشت. ما نماینده مردم بودم، نه نماینده. و ها یک چیز دیگه که دکاندار بستها دکاندار چوکیا، دکاندار بستها. رئیس با صلابت شما در زمان جمهوریت میررحمان رحمانی، بسیار یک آدم خوب، یک آدم رحم دل. اما از وقتی که جمهوریت سقوط کرده ما صدایش نشنیدیم. حتی یک دفعه پرسان نکرده که چطور هستین، کجا هستین. حتما مصروف کاربار خود از دیگر پارلمان گذشت. یکی از همسینفی های شما. بله، مریم سما دختر مبارز، مبارزه میکرد بسیار. آلبانی ها رفتن، خبر شده شما؟ بله، اینا آلبانی هست. از پول هم خبر شدید؟ گفتن که خب سعی کنین بسیار زیاد چیزا آوازه می باشه، میگه تا وقتی که راست میرسه دروغ دنیا رو ویران میکنه. حالا اینه کی میفهمه که چقدر راست است، چقدر دروغ است. زیاد چیزا رو ما میشنویم، اما رسانه های معتبر در این مورد نوشتند. آخرین عکس پشت این مکان و این فضا چقدر دق شدید؟ پارلمان افغانستان جای بسیار خوب. یعنی ما از اینجا میتونستیم که افغانستان را بسیار به یک طرف خوب ببریم، اما صلاحیت ها و اما کارهایی که باید ما میکردیم، او را کلش ارک خودش میکرد دیگه، خلاص بود.
خواه. اما دق شدیم پشتش واقعا دق شده نه. میگن وکیل صاحب یک چوکی عین چوکی پارلمان ساخته و در خانه در کنار خود مانده، زمان که دق میشن میرن با چوکی یک تکیه میزنن، میگن من این لحظه در پارلمان است. اصلا این واقعیت ندارم اصلا. و آل رفتین پارلمان گاهی؟ نخیر. دیدین؟ نیدین؟ نخیر. چند سال کوتاه داریم وکیل صاحب، وقت برنامه بسیار تمام است. هنوز هم موتر زیری و محافظ دارین؟ بله. از کدام مدل موبایل استفاده میکنین؟ آیفون. چیزی که شما رنج میده در حال حاضر چیست؟ وضعیت خانم‌ها، وضعیت دختران که مکتب نمیرن. بایسکل رانی را بلد هستی؟ بله. موسیقی را دوست دارید؟ بسیار. یکی از هنرمندان سینمای افغانستان نام بگیرید که زمان که فیلمشان را میبینید بسیار میخندید. ندیدیم فیلم افغانی. ندیدیم؟ متاسفم. نماینده تا ندیدیم فیلم های افغانی. ما فیلم نمیبینم. خواه. هیچ فیلم نمیبینم. خواه. کاش میفتین سلیم شاهین. سعی کنیم. فیلم دنیا است که دروغ است. او چیزا نیست. و ما زندگی میکنیم در بسیار یک حالت جداگانه. در اوقات بیکاری مصروف چی کار هستین فعلا؟ فعلا خود نگفتیم 24 ساعت بیکار هستم. نه 24 ساعت بیکار نیستم. شما باور کنید خودم میرم سروی میکنم، همراه مردم میبینم، صحبت میکنم. فقط اما قدر وقت میمانه که ما استراحت کنم. قدر خود بیکار نمیمانم چون نمیخوام که استرس بگیرم. با کدام شخصیت سیاسی در حال حاضر به تماس هستین؟ تقریبا همه یکی دیگه با تماس هستند از طریق تلفن ها. از آمدن به برنامه شام آرزو راضی هستید و خوشحال هستین یا نه؟ طبیعی است. بله بسیار خوش هستم. تشکر بسیار زیاد که ما را دعوت کردین و از یک چیز چی هستم که نقاب، یعنی اگر از دیدگاه اسلام ببینیم، ما خود مدرسه خواندیم، حفظ کردیم، قرآن شریف را خواندیم، ترجمه را خواندیم، تفسیر را خواندیم. حجاب برای خانما از پیشانی گرفته تا بزنه، از یک گوش گرفته تا به دیگه گوش و دستایشان تا به اینجا و پاهایشان و لباس برجسته نباشه. یعنی این چیزا است که ما خواندیم خودم، اما این چیز در اسلام نیست که این رقم باشه. بخیر باشه. بازم دیگه از خاطر شما ما میرم مراد کردم. لطف کردید. تشکر. و بازم تشکر بسیار زیاد که دعوت کردید. بخیر باشین. تشکر از شما وطن‌دارایم که تا این دم همراه ما بودین. این بود برنامه این هفته ما. مطمئنم که شما دیدید و لذت بردید. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند می‌سپارم. بدرود.